امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. My name is June Osborne. I'm a citizen of the United States. One bite. You are tuned to Radio Free America. Number one source for news of the resistance. Just remember, we are still here. She's out there planning who knows what kind of atrocities to visit upon our righteous nation. Find her and bring her to me. No! Global sanctions on Gilead are mounting as the latest wave of violence continues. No matter where the war finds you today. You should stay together. You're an army. We don't hide. We fight. سریال سرگذشت ندیمه که بر اساس رمانی پرفروش از مارگارت اتوود به همین نام ساخته شده و آینده تاریک را تصویر می کند که در آن یک فرقه مذهبی قدرت را در دست گرفته است. از همان فصل اول خود که در سال 2017 منتشر شد، به یکی از پرطرفدارترین و بهترین سریال‌های تلویزیونی سال‌های اخیر تبدیل گشت. در آینده نزدیک، آلودگی‌های زیست محیطی و انتقال بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی منجر به کاهش چشمگیر باروری شده است و میزان زاد و ولد به شدت کاهش یافته است. داستان سرگذشت ندیمه در ایالات متحده آینده رخ داده و ماجراهای زنی به نام جون آزبورن را روایت می کند. ندیمه در یک کشور جدید به نام گیلیاد. در مواجهه با بحران ناباروری جهان، رویکرد حکومت مذهبی گیلیاد این است که زنانی با توانایی باروری که ندیمه نامیده می شوند را به اجبار به فرزندآوری برای شخصیت‌های ارشد حکومت وادار سازند. ندیمه‌ها در اختیار خانواده‌های فرماندهان قرار داده می‌شوند تا زمانی که فرزندی به دنیا آورند. در این دنیا زنان با توجه به عملکردشان به چند طبقه تقسیم شدند. همسران با لباس آبی، سبز و قرمز، گاهی اوقات با سفید، که زنان فرماندهان هستند. مارتاها با لباس خاکستری که وظیفه کلفتی و مراقبت از خانه را عهده دارند و ندیمه ها با لباس قرمز که تنها به تولید مثل اختصاص داده شدند. ندیمه ها تحت نظارت زنانی با لباس های قهوه‌ای که به خاله معروفند قرار دارند.
Wie heißt du? Django. See?